سلام دوستان، اومدیم با یه شروع سومری دیگر در خدمت آرمین پالنجان هستیم. یه لحظه سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ سلام دوستان، خوش میذاره، چی میکنید؟ خیلی مخلصی با شما هستیم، با آمکتی، آسهی بروی حاله ببینیم برگردیم آبو تو بزن داره هکسه وای نمیتونی چکشی را توی ساله ادسته ای بکسه شدم و دوکسه میخوام بهتون بگیم که آقا یه سرویس کار واسه این که بتونه یه آسانسور رو خوب سرویس کنه چی کار باید بکنه؟ خیلی میخوام ساده واسه تون توضیح بدم که شما متوجه بشه. I'm not ready to be an adult. میخوایم یه آسانسور رو سرویس کنیم. ما سرویس کار نیستیم، ما رو اندازیم. سرویس کار برای اینکه بخواد یه آسانسور رو سرویس کنه باید یه سری ترمینال رو حفظ بشه. این ترمینال رو برای احضار طبقات ما استفاده میکنیم و خیلی ترمینال هایی ولی خب یه سری ترمینال اینجا ترمینال های مخصوص راه انداز رو داریم که راه انداز ها باید کل این ترمینال ها رو بلد و راه اندازی رو انجام بدن. سرویس کار به عنوان مثال از داخل این کل این بوردی که برای راه انداز گذاشتن کار راه اندازی کنه ترمینال های کمی رو باید بلد باشه. ترمینال های 66, 68, 69, تیپ 4 و G90 رو باید حفظ باشه. شروع سری ایمنی ما از G90 و به 68 خاتمه پیدا میکنه و اینکه ما میریم یه استارت داشته باشیم و موتورمون اگه استارت بدیم و توی سرویس چک کنیم بدون سیم برمیداریم دو پرندش رو لخ کردیم. ما وقتی که یه سرویس کار هستیم باید بلد باشیم که چجوری این موتور رو استارت بدیم. به عنوان مثال میخوام الان طبقه 5 هستش، میخوام ببرمش طبقه 3. اینجا من میام داخل این بورد میگردم ببینم اول ساپورت برق منفی این تابلو من چیه. میبینم که اینجا داخل این ترمینال ها G22 داره. G22 رو برمیدارم به C3 میشه طبقه دوم احضار میکنم. LED احضارم روشن میشه، اوکی میده، موتورم حرکت میکنه. همزمان که دارم موتورم هم چک میکنم گاورنرم هم اون گوشه چک میکنه که حرکت سالمی رو داشته باشه.